خلاف یک سونگری دیدگاه ها و مکاتب متضاد در دو قرن گذشته هم کسب آزادی رو هدف خودشون قرار دادند، هم برابری، هم برای گسستن بندهای اختناق به پا خواستند، هم برای رفع تبعیض و بی‌عدالتی. فدیه و فداهای بزرگی که این سازمان در 40 سال گذشته در نبرد برای آزادی تقدیم کرده است، نام مجاهدین رو مترادف کلمه آزادی کرده. در این حال این جنبشی است برای نفی ستم و بهره کشی. خمینی دجال که از نفوذ فزاینده پیام مجاهدین در میان جوانان وحشت زده بود، یک بار گفت حالا یک دسته‌ای پیدا شده که تمام احکام اسلام را میگویند برای این است که یک عدالت اجتماعی پیدا شود، طبقات از بین برود. اصلا اسلام دیگر چیزی ندارد. توحیدش عبارت از این است که ملت‌ها همه به طور متساوی با هم زندگی کنند، یعنی زندگی حیوانی علی‌السوا، یک علفی همه بخورند، به هم کار نداشته باشند و همه از یک آخری بخورند. واقعا سفاحت و دناعت خمینی رو در همین چند جمله میبینیم. با همین منطق ضد مردمی خمینی دجال 17 روز بعد از شروع قصد حاکمیت مردم در سال 57 فرمانی برای مصادره دارایی هایی که متعلق به عموم مردم ایران بود منتشر کرد و اون رو غنایم نیروهای خودش اعلام کرد. غنیمت جنگی شمردن دارایی مردم ایران در این 40 سال سیاست رژیم بوده و هست و ادامه داره. اونها اراضی عمومی، جنگل‌ها، منابع زیست محیطی، آب‌ها، بانک‌ها و بازار پولی کشور، کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی، همه اینها رو و همچنین بخش مهمی از درآمد نفت و گاز پتروشیمی، مخابرات و بازار نرم‌افزارهای اینترنتی رو از آن خودشون کردن. البته از ترس خشم مردم گاه و بیگاه خامنه‌ای خواهان مبارزه با فساد میشه، در حالی که بزرگترین سارق تاریخ ایران خود اونه و کارتل‌های عظیم خصوصی خودش رو با دزدی‌های بی‌رحمانه برپا کرده. حاصل این فساد نظام یافته تنگدستی و فقر و بی‌خانمانی جامعه ایرانه. امروز فجایعی همچون کلی فروشی و کارتون خوابی، همچنین فروش نوزاد و تحمیل تیر روزی به زنان بیپناه چنان شرایطی رو فراهم کرده که از اندوه اون هر ایرانی شرافتمندی خون گریه میکنه. برای نجات مردم ایران مجاهدین از آغاز با شعار آزادی و همچنین با شعار نفی تبعیض و ستم طبقاتی به پا خواستند. در نقطه بنیانگذاری سازمان حنیف کبیر جبهه بندی میان استثمار شده و استثمارگر رو برجسته کرد و بعد از اون مسعود جایگاه اسلام انقلابی مجاهدین بر روی محور ترقی خواهی رو به روشنی در چپ مکاتب ضد استثماری تبیین کرد. در نخستین سالهای بعد از انقلاب در کوران مجادلات به اصطلاح لیبرال ارتجاع اهمیت بنیادین امر آزادی رو نشون داد و اندیشه و مناسبات این نسل و جهتگیری ضد استثماری رو در جنبش ما به کمال رسوند. بدون این موازین رهایی بخش و بدون نفی بهره کشی هیچ جنبشی در دنیای امروز
نمیتواند انقلابی و رزمنده و وفادار به آرمانهای خودش باقی بماند. این خطوط اساسی طرح مجاهدین برای رهایی جامعه ایران از زنجیرهای استبداد و تبعیض و بی‌عدالتی است. و جانمایه همبستگی و وحدت ملی است و از همه ملیت ها و گروه ها و گرایش های سیاسی و عقیدتی و مذهبی در جبهه مردم ایران بدون چشم داشت دفاع می کند. کما اینکه